سوالات متداول به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد در این بخش سوالات احتمالی که ممکنه به ذهن هر زبان آموزی خطور بکنه بیان شده البته ممکنه این سوالات و پاسخ به اونها پوشش دهنده کل سوالاتی نباشه که به ذهن هر شخص خطور میکنه اما تا جایی که تونستیم سوالاتی که ممکنه به ذهن تو خطور بکنن رو بیان کردیم از کجا شروع کنم یکی از سوالاتی که در ذهن هر زبان آموزی که در ابتدای راه فراگیری قرار داره نقش میبنده همین سواله که از کجا باید شروع کرد در حقیقت قبل از اینکه بخواید اقدامی در زمینه فراگیری زبان کنید باید تکلیف خودتون رو با هدف و انگیزه خودتون روشن کنید گام اول و مهمترین گام مشخص کردن هدفه هدف خودتون از فراگیری زبان رو مشخص کنید و به تقویت بپردازید البته اهداف کوچک انگیزه هایی به همان اندازه کوچک و بلکه کوچکتر خواهند ساخت اگر هدف شما از فراگیری زبان تنها پاس کردن یک درس و یک امتحان و یک آزمونه باید بدونید که هدف بسیار کوچکی رو در ذهن خودتون پروروندید قطعا دستیابی به اهداف بزرگ تلاش ها و کوشش های بزرگی می و نیاز به انگیزه های بزرگ دارند. پس لازمه پس از مشخص کردن هدف برای دستیابی به اون هدف انگیزه خودمون رو بالا ببریم ماهیت هدف اینه که باعث خواهد شد انگیزه دستیابی به اون هدف نیز به وجود بیاد اما این کافی نیست و لازمه باور داشته باشید که اهداف قابل دسترس هستند و انگیزه خودتون رو برای دستیابی به اون هدف تقویت کنید برای تقویت انگیزه بد نیست بخش مربوط به تسلط بر جسم و روان و باورها رو یک بار دیگه مرور کنید از چه منابعی و از چه کتابهایی استفاده کنم در حقیقت مهم این نیست که شما از چه کتابی و از چه رفرنسی برای فراگیری استفاده کنید. با پیروی از تکنیک های فراگیری از هر مطلب و منبعی در جهت پیشرفت زبان خودتون میتونید استفاده بکنید. اما توجه داشته باشید که منابعی که برای مطالعه انتخاب میکنید خیلی سطح بالاتر از توانمندی شما نباشند که به هیچ و چیزی از اون مطالب برای شما قابل فهم نباشه و همچنین اونقدر سطح پایین نباشه که دانشی بر دانسته های شما اضافه نکنه. در غیر این صورت هر منبعی میتونه برای شما مفید و قابل استفاده. باشه البته همونطور که قبلا هم گفتیم بهترین منابع و مطالب اونایی هستن که برای شما دلچسب و لذت بخشه همچنین مطالعه منابعی که برای شما اهمیت داره نیز جز منابع مفید به حساب میاد مثلا منابع مربوط به رشته تخصصی شما یا مهارت تخصصی شما یا موضوعی که در یک بازه زمانی خاص در مورد اون دارید تحقیق میکنید و مورد بررسی قرار میدید در مورد کتابها و منابعی که قبلا استفاده کردید و نتیجه ای که باید و شاید از اونها نگرفته هم میتونید با پیروی از تکنیک های گفته شده یک بار دیگه اون کتاب ها رو و اون منابع رو مورد آزمایش قرار بدید شما قبلا اون کتاب ها و اون منابع رو یک بار مرور کردید و نتیجه مطلوبی از اونها نگرفتید اما اکنون با روشی دیگه و با تکنیک های آگاهانه دوباره اون مطالب رو مرور خواهید کرد مزیت این روش اینه که تاثیر پیروی از تکنیک ها بر شما روشن و مشهود میشه و به شما اثبات میشه و باعث این میشه که با انرژی و انگیزه بالاتری پیش برید اگر جزء دسته از افراد هستید که در دوره راهنمایی و دبیرستان با درس زبان مشکل داشتید، کتاب‌های زبان دوره راهنمایی و دوره دبیرستان گزینه‌های مناسبی به نظر می‌رسند. از اونجا که زبان اکثر دانش آموزان به هر دلیل از پایه تقویت نشده و مشکل ریشه ای از همونجا شروع میشه، میتونید یک بار دیگه اون کتاب ها رو مورد مطالعه قرار بدید و از توانمندی‌های شگرف خودتون همراه با پیروی از تکنیک‌ها به وجد بیاید، هم تجدید خاطرات کردید و هم مطالب قبلی رو که باید در اون زبان فرا موفق نشدید رو جبران خواهید کرد و هم نقاط ضعف خودتون رو پوشش دادید. آیا رفتن به کلاس های زبان اجباری است؟ همانطور که در بحث اشکال زبان آموزان در اتکاب کلاس های زبان و مؤسسات آموزشی گفته شد رفتن به کلاس های زبان به هیچ وجه اجباری نیست کافیه که روشها و تکنیکهای فراگیری رو بدونید تا از رفتن به هر گونه کلاسی بی نیاز باشید و در منزل خودتون و در آرامش کافی بدون صرف های مالی و زمانی اضافی تمرین و پیشرفت داشته باشید چه بسا علاقه‌مندانی که به هر دلیل نمیتونند در کلاس‌های زبان شرکت بکنند لزومی نیست که حتما یادگیری شما از طریق کلاس‌های زبان باشه با تکیه بر تکنیک‌ها خودتون میتونید شروع کنید برای توضیح بیشتر به قسمت اتکا به های زبان و مؤسسات آموزشی در بخش اشتباهات رایج زبان ها مراجعه کنید چقدر زمان لازم است مسلط شوم اما طور که قبلا هم گفتیم خیالتون رو راحت کنید که فراگیری زبان هیچ وقت پایان پذیر نیست و تا پایان اوم فرایند یادگیری زبان ادامه پیدا میکنه. اگر منظور شما از تسلط یک میزان نسبی از دانشه مثلا به اندازه خوب صحبت کردن یا اخص نمره قابل قبولی در آزبونهای بین باید بدونید که موفقیت در این زمینه رابطه مستقیم با میزان سوشش و تلاش شما داره. هر چه از تکنیک های گفته شده شامل تسلط بر جسم و روان تسلط بر با برها تسلط بر انگیزه تکرار و تکرار آهسته و پیوسته خوب مطالعه و خوب گوش کردن مدیریت زمان و دیگر تکنیک ها و نکات بهتر پیروی کنید قطعا در بازه زمانی کوتاهتری به هدف خودتون خواهید رسید با این وجود پیروی از تکنیک ها در کنار میزان ساعات و چگالی ساعاتی که روزانه به فراگیری زمان اختصاص میدید تاثیر مستقیم خواهند داشت با زمان رسیدن شما به هدفتون روزانه چقدر باید تمرین داشته باشد؟ پیشنهاد میشه با توجه به تکنیک های گفته شده خودتون به این مقدار برسید که چند ساعت در روز میتونید تمرین و مرور داشته باشید با وجود این کاملا بستگی به خودتون داره که مطالعه تکنیک ها رو فقط در حد یک مطالعه آزاد رها کنید و یا اینکه با استفاده کاربردی از اونها تحولی در خودتون و دانش خودتون و زبان و زندگی خودتون ایجاد بکنید لهجه آمریکایی یا بریتانیایی تا چند سال پیش موضوع انتخاب لحجه بسیار مهم بود اما با گسترش انگلیسی در سرتاسر سر دنیا و افزایش جمعیتی که انگلیسی میدونن در کشورهای مختلف با لحجه های مختلف باعث شد که کمی از این اهمیت کاسته بشه انگلیسی زبان علمه و در حدود بیش از دو میلیارد نفر از جمعیت کل دنیا انگلیسی میدونن امروزه دیگه کمتر اهمیت داره که شما به کدوم لهجه صحبت کنید یک بریتانیایی لحجه امریکایی رو میفهمه و یک امریکایی لحجه استرالیایی رو متوجه میشه و حتی لحجه های افریقایی و عربی و هندی و آسیایی شرق دور و همه این لحجه ها قابل فهم هستند. مهمتر از لهجه اونه که شما انگلیسی رو بدون اشکال حرف بزنید و اگر مایل به بکار بردن لحجه خاصی بین لحجه های امریکایی و انگلیسی و استرالیایی هستید در تلفظ لغاتتون بهتره که از یک لهجه استفاده کنید هر لحجه ای که انتخاب میکنید چه امریکایی و چه بریتانیایی و چه استرالیایی باید اطلاعاتی در خصوص لحجه دوم یا سوم هم داشته باشید فرض کنید که میخواهید به بریتانیایی اصیل صحبت کنید و اصلا دوست ندارید داشته باشید اما سوال اینجاست که آیا باید به تلفظ امریکایی که در فرهنگ لغت ارائه شده توجه بکنید یا نه باید به منظور درک هر دو لحجه در تلفظ کلمات در هر دو حالت دقت کنید علت این موضوع اینه که هر دو لحجه به صورتی بسیار گسترده در سرتاسر سر جهان مورد استفاده قرار می گیرند. حتی اگر تصور کنید که من صرفا میخوام بریتانیایی یاد بگیرم بدونید که دانستن لحجه امریکایی هم به شما کمک خواهد کرد تا اون چرا که امریکایی زبان هاست میگن رو راحتتر درک کنید هر لحجه ای که انتخاب میکنید چه امریکایی و چه بریتانیایی و چه استرالیایی باید اطلاعاتی در خصوص لحجه دوم و یا سوم نیز داشته باشید دوم اینکه شما باید به تفاوت‌های موجود میان لهجه‌های متفاوت واقف باشید به این دلیل که شما در فرایند یادگیری زبان کلماتی را از هر دو لهجه فرا گرفت به عنوان مثال شما امروز در یک شبکه این امریکایی زبان واژه جدید میشنوید و فکر میکنید خب حتما تلفظ این واژه در لهجه بریتانیایی هم باید دقیقا مثل همین تلفظ امریکایی باشه اما شما با انجام این کار حس حد زدن بدون پایه علمی رو در خودتون تقویت کردید و یقینا با ادامه این روش بعد از گذشت مدتی نه تنها بار دیگه برای چک کردن تلفظ دقیق کلمات به فرهنگ لغت مراجعه نمی کنید بلکه دچار اشتباهات تلفظی بسیار زیادی میشید هر کدوم از لحجه ها که به نظرتون جذابتر و جالبتره را میتونید انتخاب بکنید اما دقت کنید که در خلال صحبت کردن بین لحجه های مختلف سویچ نکنید و به طور مستمر با یک لهجه صحبت بکنید شادکام و پیروز باشید